سلام، من میلادم. خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از آموزش های ماینکرافت. امروز دو تا چیز رو میخوایم آموزش بدیم، یکی اینکه چطور بریم بالای سقف ندر و یکی هم اینکه چطور بدراک رو خراب بکنیم. اما بدراک چیه؟ این سنگا، این بلاک ها رو بهشون میگن بدراک و حالا توی کریتیو خیلی راحت من میتونم اینها رو بذارم و خرابشون بکنم، ولی توی سوروایوال نمیشه این کارو کرد. با هیچ پیکاکسی، با هیچ انفجاری نمیشه این کارو کرد، ولی یک روشی وجود داره که توی این ویدیو میخوام آموزش بدم که توی سوروایوال هم بتونیم این بلاک ها رو خراب بکنیم. بدراک ها رو توی هر سه تا دیمنشن بازی میتونیم پیدا بکنیم. توی اوورورلد همینجایی که هستیم، اگر بریم زیر زمین، کف زمین، 5 تا بلاک پایینی زمینمون از این بدراک ها هست که حالا اینجا چون ورد من فلته فقط یک دونه بلاک داره، یک دونه بدراک فقط اینجا داریم، ولی خب توی سوروایوالی که بازی میکنیم 5 تا لایه پایینی کف زمینمون از این بدراک ها داریم. توی اند هم حتما دیدید این بلاک ها رو توی پورتال ها استفاده میشن، ولی اون چیزی که ما میخواییم امروز راجبش صحبت بکنیم درباره ندر هست. بریم داخل ندر. توی ندر علاوه بر کف زمینمون شبیه اون چیزی که توی اوورورد داشتیم، سقف ندر هم از بدراک ساخته شده، یعنی هم کفش بدراک هم سقفش. برای اینکه پیدا بکنیم کجا بدراک داره، باید یک راهی بسازیم به سمت بالا. میتونیم مستقیم بکنیم بریم بالا، میتونیم پله درست بکنیم شبیه این چیزی که من اینجا درست کرده بودم. اگر پیداش بکنم، اینجا من یک پله درست کردم به سمت بالا که میتونیم بیایم و برسیم به بدراک. این قسمت نزدیکی‌های سقف ندر هستیم، جایی که بدراک ها رو میبینیم. اینجا هم همونطوری که توی اوورورد بود 4 تا یا 5 تا بلاک بالای ندرمون از این بدراک ها درست شده. خب من بازیم آوردم توی سوروایوال که تمام این کارها رو میخوام توی سوروایوال انجام بدم، که ببینید توی سوروایوال هم میشه بدراک ها رو خراب کرد. زمانی که رسیدیم به جایی که از این بدراک ها دیدیم، بعد یک مقداری سقف رو بیشتر بکنیم تا بالاترین بلاک بدراک رو پیدا بکنیم. برای پیدا کردن بالاترین بلاک باید دکمه F3 رو بزنیم و این قسمتی که نوشته looking at block، باید بلاکی رو پیدا بکنیم که ارتفاعی 127 باشه. بعد به سقف نگاه بکنیم و اون بلاکی که ارتفاعی 127 هست رو پیدا بکنیم. حالا اینجا این بلاکمون 126 ارتفاعش، من این طرف بلاکی پیدا کرده بودم که ارتفاعی 127 باشه. اون بلاک رو اگر نگاه بکنیم تو این صفحه F3، ارتفاعش رو نوشته 127. بریم سراغ وسایلی که نیاز داریم برای رفتن بالای سقف ندر و بعد خراب کردن بدراک. چند تا نردبون میخواییم، یک دونه حداقل اندرپیل میخواییم، یک تعدادی بیلدینگ بلاک میخواییم، هر بلاکی میتونه باشه، یک تعدادی مشعل هم اگر داشته باشیم خوبه، و بقیه این چیزایی که اینجا هست تعدادشون دقیقا همون تعدادیه که نیاز داریم. یک دونه ردستون داست، 5 تا ردستون بلاک، یک دونه دیتکتور ریل، یک دونه اکتیویتور ریل، یک دونه پاور ریل، 7 تا ریل معمولی، 2 تا آبسیدیون یا آبسیدین، یک دونه اسلایم بلاک، یک دونه لور، یک دونه ماینکارت با TNT، 3 تا استیکی پیستون، 3 تا پیستون معمولی و یک دونه هم ترپدور چوبی. حتما قبل از اینکه برید بالای سقف ندر این بلاک ها رو آماده بکنید، حتی بیشتر هم با خودتون ببرید، و علاوه بر اینها حتما یک تعدادی آبسیدین هم ببرید، حداقل 12 تا اضافی ببرید به اضافه فلینتند استیل، که اگر رفتید بالا بتونید پورتال درست بکنید که دوباره بتونید برگردید، وگرنه ممکنه نتونید بدراک رو خراب بکنید و اون بالا گیر بکنید و مجبورید خودتون رو بکشید تا بتونید برگردید به بازی. خب اما بریم سراغ رفتن بالای سقف ندر. بعد از اینکه اون بلاکمون رو پیدا کردیم که ارتفاعی 127 بود، زیرش بعد چند تا نردبون بذاریم و بریم از نردبون بالا، همینطور جهت بالا رو نگه داریم و صورتمون بعد به سمت اون بلاکی باشه که قراره بریم بالاش، همینطور جهت بالا رو نگه میداریم و یک دونه اندرپیل پرت میکنیم بالا.
الان اومدیم بالای سقف ندر که میبینیم همه جا بدراک هست و هیچ چیز دیگه اینجا نداریم و اینجا هیچ مابی اسپان نمیشه. حتما این قسمتی که اومدید بالا رو با یک دونه مشعل علامت بزنید، با مختصات هم چک بکنیم. فکر میکنم 64 و 63 این بلاک بود، اینی که اومدم ازش بالا این بود. اینو حتما مشخص بکنید که بدونید کدوم بلاک رو باید حذفش بکنیم. کار بعدی اینه که جهت جنوب رو پیدا بکنیم. دوباره دکمه F3 رو میزنیم. این قسمت فیسینگ باید به سمت صوت یا جنوب باشه که این همین جهت هست. یک دونه مشعل هم اینجا میذارم تا جهت رو بدونیم. دو تا بذارم یا سه تا بذارم که بدونیم این جهته و این بلاکیه که میخواییم خرابش کنیم. حالا همینطوری که رو به جنوب وایستادیم، بعد کنار این بلاکی که میخواییم خرابش کنیم یک دونه ردستون داست بذاریم، جلوش یک دونه دیتکتور ریل، بعد یک دونه ریل معمولی، اینجا یک دونه اکتیویتور ریل و یک دونه امپاور ریل کنارش میذاریم. بعد از اون یک دونه ابسیدین این قسمت میذاریم، یک دونه هم اینجا میذاریم و دو تا ردستون بلاک این قسمت میذاریم و دو تا ریل معمولی هم بالای ردستون بلاک ها. حالا این مشعل رو از اینجا برش میداریم و یک دونه بلاک موقتی بالای این ابسیدین میذاریم و یک دونه استیکی پیستون به سمت پایین اینجا میذاریم و یک دونه پیستون معمولی هم کنارش. بعدش بعد چند تا بلاک اینجا بذاریم بریم بالاتر یک مقداری، دو تا ریل بالای پیستون ها میذاریم، دو تا ردستون بلاک بالای ریل ها و دو تا ریل دیگه هم بالای این ردستون بلاک ها. الان نوبت اینه که این ماینکارت TNT مون رو بذاریم بالای این پاور ریلی که اینجا داریم. فقط خیلی سریع اینو بعد بذاریمش و بیایم عقب چون منفجر میشه. و الان این پیستونامون رو میبینیم که سرشون دیگه دیده نمیشه، خراب شدن پیستونا. دقیقا این کاری که میخواستیم بکنیم همینه و بقیه بلاکا رو میتونیم برشون داریم از اینجا. ولی خب این قسمت باید بمونه همینطوری. حالا یک دونه استیکی پیستون دیگه بعد این قسمت بذاریم. اینجا قبلا استیکی پیستون بود، حالا یک دونه دیگه کنارش میذاریم. این سمت هم سمت جنوبه و این ردستون بلاک رو از اینجا میتونیم برش داریم و یک دونه ردستون بلاک میذاریم پشت این پیستون جدیدمون. حالا میبینیم که سر اینها با هم دیگه عوض شد. این هم میتونیم حالا از اینجا برش داریم. حالا یک دونه بلاک بالای این پیستون جدیدمون میذاریم، یک دونه لور هم روش میذاریم و روشنش میکنیم و این ردستون بلاک و این ردستون بلاک رو از اینجا برمیداریم، این ریل هم از اینجا برش میداریم و مرحله اول کارمون تمومه. حالا بعد یک دونه استیکی پیستون این قسمت به این صورت بذاریم، یک دونه اسلایم بلاک جلوش میذاریم و یک دونه بلاک هم زیر اسلایم بلاک. بعد ترپدورمون رو به این صورت اینجا میذاریم و میریم زیر، یک دونه پیستون معمولی به این صورت میذاریم که رو به پایین باشه و میایم بیرون. این ترپدور هم میتونیم برش داریم. حالا یک دونه پیستون دیگه این قسمت کنار پیستون قبلیمون میذاریم. بعد حواسمون باشه که جهت به این سمت، میایم جایی که این لور بود و به این صورت یک دونه پیستون اینجا میذاریم، یک دونه بلاک هم کنار همین پیستون جدیدی که الان گذاشتیم میذاریم و تموم. حالا کافیه که این دکمه رو اینجا بزنیم و این پیستون ها رو از اینجا برشون داریم و میبینیم که اینجا بدراکش خراب شد. تمام این بلاک ها رو حالا برشون میدارم و الان کافیه که یک تعدادی نردبون اینجا بذاریم. هر موقعی که دلمون خواست میتونیم بیایم بالای سقف ندر و برگردیم. کار دیگه ای هم که میتونستیم بکنیم، حالا ابسیدیون من بیشتر نیاوردم، ولی میتونستیم اینجا یک دونه پورتال دیگه درست بکنیم. بذار برم حالا توی کریتیو، یک دونه پورتال دیگه هم اینجا میتونیم درست بکنیم و برگردیم به اوورورد.
اینم از پورتالمون. اگر نخواستیم یا نتونستیم این بدراک رو خراب بکنیم، میتونیم فقط واسه بالا اومدن از همون روش اندرپیل استفاده بکنیم، بیاییم بالا یک دونه پورتال درست بکنیم و بعدش برگردیم به اوورورد. فقط من اینجا چون فاصله داشت یک مقداری دور شدم از جای اصلیم. خب اینم از آموزش امروزمون، امیدوارم که به دردتون خورده باشه، هرچند که خراب کردن بدراک یک مقداری سخته، ممکنه نتونید بار اول این کار رو انجام بدید، لازم بشه همزمان ویدیو رو نگاه بکنید، ولی حتما آبسیدیان با خودتون بیارید که یک وقت این بالا گیر نکنید. و اینکه اگر نخواستید بدراک رو خراب بکنید، کافیه با اندرپیل بیایید بالا و با پورتال برگردید و دفعه بعدی هم همینطوری با اندرپیل بیایید بالای ندر. و اینجا یک فضای خیلی بزرگ داریم که روی این رد اسمش نمیادم رفت روی این بدراک ها هیچ مابی اسپان نمیشه و میتونیم اینجا ماب فارمای خیلی خوبی درست بکنیم برای زامبی پیکمن ها یا گست ها که توی ندر هستن و گولد فارم و فارم دیگه هم بسازیم، میتونیم فارم خیلی بزرگ و خوبی اینجا بسازیم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه این آموزش و ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک بکنید. برای حمایت از کانال خیلی ممنون میشم که کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید و کامنت هم بنویسید برام بگید توی قسمت بعدی چه آموزشایی دوست دارید بسازم تا ویدیوهاش رو براتون آماده بکنم. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.